حالا در قسمت سوم من میخوام راجع به این حرف بزنم که در جلسه‌ای که بین شما و اون کارفرما هست که حالا یا شخص یا نماینده اون شرکت یا سازمان یا خود مدیر عامله یا دپارتمان مالی اون شرکته، به هر حال واقعا باید شما سر قیمت چه بکنید، چه از لحاظ روانشناختی و چه از لحاظ اصل خود قیمت باید چیکار کنید. ببینید، وقتی شما با کسی در حال مذاکره بر سر قیمت هستید، سر خدمات یا کالایی که بهش ارائه میدید، اون کسی که تعیین کننده قیمت شما هستید. کسانی که در جلسه پیشنهاد قیمت یا مذاکره میگن که اول دلم میخواد بدونم شما نظرتون چیه، هرچی شما بگید من راضیم، قیمت در اختیار شما، شما یه عددی بفرمایید من بسنجم. تمام کسانی که به این شکل صحبت میکنند دارن سیگنال هایی رو به محیط ارائه میدن مبنی بر اینکه اون اطمینان لازم رو نسبت به کار خودشون ندارن و به پول احتیاج دارند. ببینید، شما خیلی بحث ساده ایه، شما یه عددی رو تعیین میکنید بابت اون کاری که میخواید بکنید. مثل این میمونه که شما میرید یک مغازه میگید این جنس پشت ویترین چند، آیا منطقی اون به شما بگه شما چند میخواین، به شما یه عددی بگین؟ نه، اینطوری نیست. حتی اگه بنا باشه تخفیفی هم به شما داده بشه، قیمت اول رو مغازه دار تعیین میکنه، قیمت اول رو فروشنده تعیین میکنه. شما فروشنده کالا و خدماتتون هستید، ولو اگر در هنر دارید فعالیت بود، قیمت رو شما باید بدید. ترس از این که اگر قیمت هم زیاد باشه مشتری میپره، ترس اشتباهیه. اگر واقعا مشتری مشتری باشه و واقعا کالا یا خدمات شما رو پسندیده باشه و از اون آدمای زرنگی نباشه که قراره براتون یه پلنی رو اجرا کنه و با پول شما بازی کنه، با وقت شما بازی کنه، اگر یه همچین فردی نباشه و واقعا خریدار باشه، اگر قیمت شما بالا باشه بهتون میگه بیاریدش پایین. مطمئن باشید کسی که آدم سالمیه در کسب و کار و پول داره و خدمات و کالای شما رو پسندیده، حاضر نیست به قول معروف سرسختی نشون بده و نسبت به قیمت و عددی که شما اعلام میکنید یه تخفیف کوچیک ازتون نگیره. پس با خیال راحت قیمت رو شما به عنوان فروشنده باید همیشه بدید. حالا اینکه قیمت رو وقتی میدید در صداتون، در لحنتون، در چهرتون شکلی از تردید وجود داره، دوباره معلوم میشه که یه چیزی پروندید و این سیگنال خیلی بدیه به سمت خریدار خدمات و کالای شما یا اصطلاحاً مشتری، و مشتری میفهمه که اگر عدد رو نصف این هم بده شما راضی هستید. پس خیلی با صراحت، خیلی با محکمی، خیلی با اطمینان قیمت کالا و خدماتتون رو همیشه ارائه بدید. منتها تو پرانتز بگم، باید قیمتتون منطقی باشه. من در مستند دیگه‌ای تحت عنوان سیزن مارکتینگ اونجا روش‌های تعیین قیمت رو گفتم، یا در راه اندازی کسب و کار در مستند دیگه‌ای از 0 تا 100 من اونجا گفتم. به هر حال شما به عنوان کسی که دارید در بازار کار میکنید، باید قیمتتون به بازار ربط داشته باشه، به کیفیت کارتون بخوره، به شرایطتون بخوره. قیمتتون رو سعی کنید دقیق درارید و اون رو اعلام کنید. اگر محکم بگید و اون رو اعلام کنید، فرد به دلیل علاقه‌ای که به کار شما داره، و این کار رو میکنیم که در واقع راست و دروغی نیتش مشخص شه دیگه، اگر آدم درست و سالمی باشه مطمئن باشید بهتون میگه امکانش هست به ما یه تخفیفی هم بدید، و مطمئن باشید که شما با یه تخفیف کوچولو به راحتی میتونید اون خدمات و کالاتون رو به مشتری بدید. من علت اینکه مرتب تاکید میکنم خدمات و کالا، دلیلش اینه که
به هر حال بعضیا در صنوف هنری یه خدمت ارائه میدن، بعضیا کالا. خدمتی ها مثل این که مثلا یه سایت طراحی میکنن، یه کاتالوگ طراحی میکنن، اونا یعنی که کالا ارائه میدن، مثل کسانی هستن که مثلا یک هنر دستی، یک زیورالات، یه چیز چنین چیزهایی رو در واقع ارائه میدن. پس فرقی نمیکنه. در هر صورت اولین قدم پیشنهاد قیمت با دست طرف شما باشه، خیلی محکم. همیشه برای شیرینی کسب و کار، برای شیرینی ارتباط، برای اینکه اون رابطه بجز اون داد و ستد خشک و خالی یک دوستی هم باقی بگذاره، شما باید در کارهای هنری تخفیف بدید. تخفیف در همه جای دنیا مرسومه، کمی در صنعت غیر مرسومه، به خاطر اینکه به هر حال در تیراژ پایین در کارهای صنعتی بتونن یه فرمولی داشته باشن، ولی در کارهای هنری و کارهای آرتیستیک به هر حال یه تخفیف کوچیک کار شیرین میکنه. البته اگر سعی کنید در هر صورت قیمتتون رو خیلی بالا ندید، متوسط بدید، تخفیف معنی داره. اگه خیلی بالا بدید، اون تخفیفی که شما میدید اثر سو داره و همه میفهمن که شما از اول گرون کردی که تخفیف میدید. خب مسئله دیگه‌ای که وجود داره که در این مستند فکر میکنم بتونم در قسمت 6 و 7 به بعد در خدمتتون باشم، اونم این هستش که هیچ وقت ما پیشنهاد قیمت رو در لحظه نمیدیم. کارهایی مثل کاتالوگ، مثل سایت، ما نیاز داریم بریم کار کنیم، تحقیق کنیم، حساب کتاب کنیم، زمان رو بسنجیم، متریال رو بسنجیم، چیزهایی که اون فرد از همون خواسته رو بسنجیم، چقدر زمان میبره، هزینه میبره. بعضی موقع بابت کاری که فرد خواسته، یعنی مشتری خواسته، ما باید بریم چند تا متخصص ببینیم، کار اونا رو بعدن دریافت کنیم و به کار خودمون اضافه کنیم، یعنی پیمانکارهایی شما احتیاج داشته باشید. در این صورت تخفیف رو ما در لحظه نمیدیم، همونجا که نشستیم نمیگیم قیمت انقدر میشه، میگیم هلوش این میشه، ولی اجازه بدید که من برگردم به دفترم یا برگردم به محل کارم یا به من یه روز وقت بدید، من پیشنهاد قیمت آماده کنم. پیشنهاد قیمت رو در قالب پیش فاکتور ارائه میدیم و پیش فاکتور دلایل خیلی زیادی داره که باید حتما در کار خودتون ببینید، چه شخص باشید چه شرکت، یعنی چه فردی هستید که به صورت فریلنس کار میکنه یا یه شرکت هستید یا یه گروه هنری هستید، باید پیش فاکتور رو به کارتون میارید و بعد فاکتور رو، به اضافه اینکه پیش فاکتور و فاکتور مالیات نداره. من این رو در بخش 6 و 7 احتمالاً بهش میرسم و نمونه هاش رو ارائه میدم، ولی دوباره گوشزد میکنم، پیشنهاد قیمت رو نباید در لحظه داد، باید وقت گرفت و آنالیز کرد و یه آنالیز خوب به مشتری داد. سیگنال های غلط هم برای مشتری نباید فرستاد، مثل اینکه قیمت رو هرچی شما بگید، رنج میتونید بدید، ولی حتما برای محاسبه دقیقش و اون عدد اصلی وقت بگیرید. خب موفق باشید. موفق باشید. موفق باشید.